تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى و الهم للتقوى. سر سفره قرآنیم، از اول قرآن شروع کردیم، جزء 13 سوره رعد رسیدیم، آیه 16. هر آیه چند دقیقه توضیح میدیم. آیه 16 رو بشنوید. قل من رب السماوات والارض قل الله قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل یستوی الاعمى والبصیر ام هل تستوی الظلمات والنور أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. این آیم انسان را به محاکمه میکشه، میگه کالاتو قاضی کن، از اینا سوال کن، چون روش سوال تره، یعنی طرح مسائل در قالب سوال و جواب در تبلیغ و تربیت و آموزش مفیده. بشو بگو من رب السماوات و الارض، پروردگار آسمان ها و زمین کیه؟ قل الله، بگو خدا. قل حال اگر پرورد، بگو اگر خالق آسمان ها و زمین خداست، پروردگار خداست، افتخستم من دونهی اولیا، غیر خدا رفتید بر قربانگوی کسی دیگه شدید، سرپرستی کسی دیگه قبول کردید. آخه اینا که بله قربان گوندید، اینا لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، سود و ضرر خودشون هم نمیتونن تأمین کنن. تو به کسی چسبیدی که خودش هم عاجزه، خودش هم ترس پشه میره تو پشه‌ون، خودش هم یک آن اکسیژن بهش ندستن نابوده، یک روز غذا بهش ندستن هلاک میشه. به کی متوسل شدی؟ کی میخوای نجاتت بده؟ افتخستم من دونهی اولیا، جز خداست، غیر خدا سراغ دیگری رفتی؟ دیگران لا یملکون لانفسهم، برای خودشون هم مالک سود و زیان نیستن. خیلی مسئله روشنه. به اینا بگو هل یستوی الاعمى والبصیر، نابینا و بینا یه جوره؟ ام هل تستوی الظلمات و النور، ظلمات و نور یه جوره؟ این مثل تاریک روشنیه، مثل بینا و اعماست، شفافه. چرا شما سردرگمید؟ در چی شما شک دارید؟ ام جعلوا لله شرکا، اینها برای خدا شریک قائل شدن؟ آیا غیر خدا چیزی خلق کرده؟ خلق و که خلقه؟ آره غیر خدا مثل خدا تونستن چیزی خلق کنن که فتشابه الخلق علیهم، که اینا بگن والا نفهمیدیم اینو خدا خلق کرده یا غیر خدا. آخه یه وقت دو تا امضا دادم شک میکنه کی امضا کرده، دو تا خونه است، دو تا کاره، دو تا هنر، آدم نمیدونه مال کیه. یعنی غیر خدا چیزی خلق کردن که شما هذا خلق الله، یه جای دیگه قرآن میگه هذا خلق الله، این آفریده خداست. شما ما بگو ماذا خلقو، فعرونی ماذا خلقو، نشونم بدید غیر خدا چی خلق کردن. خدا طاووس خلق کرد، خدا پشه خلق کرد، خدا فیل خلق کرد، خدا از یک تکسلور انسان خلق کرد. حالا غیر خدا تونستن چیزی خلق کنن مثل خلق خدا؟ وقت شما بگید واقعا ما گیج بودیم، سردرگم بودیم، نمیدونستیم چه کنیم. خلقو چه خلقه؟ غیر خدا چیزی خلق کردن مثل خلق خدا؟ فتشابه الخلق علیهم، که شما سردرگم بشید. چرا گیجید؟ کجاش ابهام داره؟ کجاش برفک داره؟ قد تبین الرشد من الغی، روشن راه حق و باطل. قل الله خالق کل شی، قل الله خالق کل شی، همه چیز را خدا آفریده، دیگران چی آفریدن؟ و هو الواحد القهار. این آیه انسان را تحریک میکنه، سوال میکنه، وجدان انسان را قاضی میکنه، میگه شما که خودتونم میدونید. در قرآن بارها داریم که اگر از کفار بپرسی من خلق از سماوات و الارض لیقولون الله، اگر از خودشون بپرسی کی آفریده آسمان ها و زمین ها، میگن خدا. خدا را قبول دارن، منتها اگر خدا قبول دارید پس این سنگا چه کارن، چه تدبیری میتونن بکنن؟ خالق حق تدبیر داره، اون کسی که خلق کرده میتونه مدیریت کنه، اون که خلق نکرده از کجا مدیریت کنه؟
به هر حال این آیه توبیخ میکنه افرادی که سراغ غیر خدا میرن، میگه هیچ دلیلی شما ندارید. راه ابهام اینه که بگی والا آخه خدا یه چیزی خلق کرده بود، اونا هم یه چیزی خلق کرده بودن، من گیت شدم. یه راه بسته یه راه بازه، بین چند تا راه باز دادم گیج میشه. خدایا همه ما را از کور باطنی حفظ کن، که انسان میفهمه، میفهمه که هیچکاره، میفهمه که ای عاجزه. کجا هستن شاه‌ها؟ کجا هستن رئیس جمهورا؟ کجا هستن پهلوانا؟ آدم میرم قبرستان، اینقدر پهلوان خوابیده، اینقدر پولدار خوابیدن، اینقدر مسئولین مملکتی خوابیدن، کوشن چی خلق کردن؟ یا پشه خلق کردن یا مگس خلق کردن؟ مشکلی داشتم. وقتی که بنای ذلت بوده همه جمع شدن، مگه ندیدید همه دنیا میخوان یکی سر نگهدارن، تاریخش منقرض شده، رفتنیه. شما با این شفافی چرا گیجید؟ این آیه توبیخ میکنه، میگه فکر کن، حواست جمع کن، غیر خدا رو بذار کنار، بیا سراغ خدا. خب این آیه هم آیه 16 تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.